وعده‌های دولت با اجرای طرح دارویار. وزارت بهداشت از آغاز طرح دارویار خبر داده که طی آن یارانه دارو به انتهای زنجیره، یعنی از طریق بیمه‌ها به مصرف کننده نهایی اختصاص پیدا می‌کند. بعضی از بیماری‌های مزمن ما دیگه مجبوریم دارو رو مرتب استفاده کنیم. مریض که دیابتی باشه، مریض که فشار خون داشته باشه، این دیگه وابسته به دارو میشه، مجبور دارو تهیه بکنه. ولی می‌دیدیم بعضی از این داروهای خیلی خوب تحت پوشش بیمه نیست و علی‌رغم اینکه مردم نیاز دارن، این و همه اینها روی هم رفته باعث شد که یک طرح جامعی به عنوان طرح دارویار درست شد. توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیمار، ثابت ماندن هزینه دارو برای بیماران، بیمه همگانی، پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این مشمول بیمه نبودند، اصلاح الگوی مصرف دارو، کنترل قاچاق، رشد صادرات دارو و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج از اهداف اجرای طرح عنوان شده است. وزیر بهداشت با تاکید بر این که 3 دهک اول جامعه بیمه شده اند، در عین حال از افراد فاقد پوششی بیمه‌ای خواست برای ثبت نام بیمه همگانی سلامت اقدام کنند. بهرام عین‌اللهی گفته در این طرح اتباع خارجی که به صورت اورژانسی به مراکز درمانی مراجعه کنند بلافاصله بیمه می‌شوند و به آنها خدمات ارائه می‌شود. او درباره کمبود دارو هم گفته است که علت این مشکل نرسیدن ارز ترجیحی مناسب به تولید کننده بوده، ولی در طرح دارویار کمبود دارو برطرف می شود. عین‌اللهی می گوید در این طرح یارانه سلامت و فرانشیز بیمه به مردم پرداخت می شود و خدمات با وضعیت مناسب و بدون تغییر در پرداختی ها ارائه می شود. پایه اصلی این طرح نسخه الکترونیک است که تاکنون با برخی مشکلات زیرساختی از جمله اینترنت مواجه بوده. اما وزیر بهداشت وعده داده که نسخه الکترونیک نیز تا پایان امسال به صورت کامل اجرا خواهد شد.